درود به همه شما همراهان خوب کانال روزنامه ورزش، خیلی خوش اومدین. خاتون بم تنها نماینده فوتبال زنان کشورمون در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا در اولین دیدارش با نتیجه 2-1 برابر نماینده کشور بوتان به پیروزی رسید. علی قلی‌زاده در حالی که این هفته از بازی‌های لیگ لهستان رو از روی نیمکت بازی شروع کرده بود، نیمه دوم به بازی اومد و گلزنی کرد. قلی‌زاده از دقیقه 70 وارد زمین شد و دقیقه 77 گل دوم تیمش رو زد، اما اصلا خوشحالی نکرد. وینگر ایرانی در بازی قبل تیمش هم یه پاس گل به ثبت رسوند. این میتونه خبر خوبی برای پرسپولیسیا نباشه، چون درخشش قلی‌زاده شاید باعث بشه که لخبوزنان اجازه جدایی این بازیکن رو صادر نکنه. پرسپولیس عامل انگیزنده قلی‌زاده است. Ali, last week you had an assist. Today you scored a goal. Can we say that your moment in Lech has come? Yeah, so I'm so happy, especially for my first goal here in front of our fans. And I will continue. I hope I can do more than this. Were you surprised to start on the bench? No. Why should I be surprised? It was a plan, I think. And I respect my coach. He decided to put me on the bench, then I came in, I did my job. So I'm happy for that to help the team. Today, Lech played a great game from the first to the last minute. Was this your best match this season? Yeah, it was really good game. We had a really good game. We had a lot of chances, but we couldn't score. But at the end, we scored two goals, I think two good goals. Then we could take these 3 points and we are happy for that. But we have to continue the same way. Thank you, Ali. Thank you so much. That's all. محمد نیکسیرت پیشکسوت استقلال گفته که رقیب ما برای قهرمانی پرسپولیس نیست بلکه سپاهانه. پرسپولیس راه نیفتاده و گاریدو شناختی از لیگ ایران نداره. ادعای ایران ورزشی در صورت ثبت نام استون اورونوف در لیست زیر 25 سال پرسپولیس باشگاه استقلال از سازمان لیگ شکایت میکنه. یوسوپوف گلر تیم فولاد خوزستان تنها گلر لیگ برتره که هر دو بازی ابتدایی رو با کلین شیت سپری کرده. حالا به نظر شما خط حمله تیما قوی شده یا خط دفاعی تیما ضعیف شده؟ پیام مهدی طارمی پس از اولین بازی برای اینتر. اولین مسابقه برای همیشه در خاطرم خواهد ماند. من از این استادیوم افسانه‌ای و جو ایجاد شده توسط هواداران باور نکردنی اون شوکه شدم. امیدوارم بتونیم با هم پیروزی‌های بیشتری رو جشن بگیریم. میلان همیشه سیاه و آبیه. صحبت‌های استراماچونی درباره طارمی. از اومدن مهدی طارمی به ایتالیا بسیار خوشحالم، مخصوصاً اینکه به تیم مورد علاقه من پیوسته. مطمئنم مهدی در اینتر می‌درخشه. من دیشب بعد از بازی با او صحبت کردم. او قول داد به زودی یک سوپر گل برای اینتر به ثمر برسونه و گلزنی‌هاش رو در این تیم آغاز کنه. ادعای عجیب مظفری درباره سقف بودجه تراکتور بعد از جذب مهاجم خارجی. سعید مظفری زاده سرپرست تراکتور گفته که سقف بودجه تراکتور هنوز پر نشده و جا داریم. پرسپولیس قبل از ما به اسکوچیچ پیشنهاد 1 میلیون دلاری داده بود، اما اسکوچیچ تصمیم گرفت با قیمت کمتر به تراکتور بیاد. الان چقدر باشگاه تراکتور هزینه کرده این فصل با همین مهاجمی که الان گرفتید امروز؟ ما تقریبا هنوز یه مقدار کوچیکی با مهاجمی که امروز گرفتیم تو سقف قرارداد هنوز فاصله داریم، ولی خب تیک واقعا فاصله دارید؟ بله فاصله داریم. ببینید، ما اتفاقا دیدم که صحبت‌های میشه آقا راجع به سقف قرارداد، آقا چجوری یعنی بازیکن. ببینید، گرفتن بازیکن هم خودش اگر مدیریت درست روش اعمال بشه شما میتونید بازیکن بگیرید. ما برای گرفتن بازیکن از زمانی که آقای زنوزی دستور دادن برای اینکه تیم رو ببندیم، واقعا بنده و همکارانم هم در باشگاه خیلی وقت گذاشتیم برای جذب بازیکن. یعنی الان سه تا بازیکن مثلا بیرامند و دانیال و مهدی ترابی، ما با اون عددی که نسبت به باشگاه خودشون قبلا داشتن بیشتره، ولی همون عددی رو که میتونستیم باشون صحبت کردیم. ببین، صرفا بس مالی نیست، خیلی مسائل دیگه هم هست که تو جذب بازیکن کمک میکنه. ما بازیکنایی که ما حتی مربی رو که شاید پیشنهاد 1 میلیون دلاری رو آقای اسکوچیش از همین باشگاه ایرانی رد کرده بود، با رقم خیلی کمتر جذب باشگاه کردیم. اسکوچیش هم بحث بود که من... اولش گفت نمیام اون. بله، اصلا سرمربی تیم ایشون بارها تو صحبت خصوصی که با هم داشتیم گفت که من با یه رقمی 30% 40% بالاتر از چیزی که پیشنهاد تراکتور قبول کردم از باشگاه ایرانی دیگه پیشنهادش رو قبول نکردم. یه دلیلش هم خب شخص خود آقای زنوزی که ایشون حالا به حال به خاطر دوستی که آقای زنوزی داشتن و به خاطر یعنی پیشنهاد دیگه هم داشتن. بله بله، از حالا من باشگاه خاصی رو اسم نمیبرم، ولی بله از باشگاه پرسپولیس هم پیشنهاد داشتن و روزی که ما با اسکوچیچ به توافق رسیدیم ایشون
24 ساعت بعدش بلیت داشت برای سفر به کویت برای سرمربیگری تیم ملی کویت و به هر حال مذاکرات فشرده‌ای که با ایشون داشتیم، میگم ما واقعا این 40 روز گذشته رو شب تا ساعت 1 و 2 شب تو محل باشگاه بودیم و بسیار با هم برای جذب بازیکن‌ها هم برای جذب سرمربی تیم زمان بسیار زیادی رو گذاشتیم. همکاران من واقعا تا دیر وقت تو باشگاه موندن، کمک کردن که ما بتونیم یه تیم کامل رو امسال روانه مسابقات کنیم. وضعیت جهانبخش از زبان خودش: همین روزها تیم جدیدم رو انتخاب میکنم. جهانبخش گفته که همچنان مشغول بررسی پیشنهاد هستم. فکر میکنم طی روزهای آینده به نتیجه میرسم و توافق میکنم. البته شک نکنید این اتفاق قبل از فیفا دی شهریور رخ میده تا با تمام توان و انگیزه در خدمت تیم ملی باشم. ستارگان تیم ملی در جستجوی تیم جدید. سامان قدوس پس از جدایی از برنتفورد هنوز با باشگاهی به توافق نرسیده و البته چندی پیش هم حضورش در استقلال رو منتفی دونست. کریم انصاری فرد پس از جدایی از آریس سالونیک یونان کماکان بدون تیم مونده. علیرضا جهانبخش کاپیتان فعلی تیم ملی هم با توافقی دو طرفه از فاینورد جدا شده بود. وی از آرزوش برای بازی در سری آ صحبت کرده. از مشهد خبر میرسه در حالی که مسئولان شهر اجازه برگزاری بازی‌های تیم ملی و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس رو در ورزشگاه امام رضا نمیدن، تیم اتک انرژی هرات افغانستان به صورت رایگان در این ورزشگاه اردو زده و در اونجا تمرین میکنه. جای افغانستان برای یک باشگاه بزرگ و قهرمان افغانستان بود که از دل این کمپ تمرینی اتفاقات مثبت ویژه به دست آمد و شرایط بسیار بسیار خوبی برای تیم ما رقم خورد و برای قهرمان افغانستان و نماینده افغانستان در مسابقات آسیایی رقم خورد. جدایی ستاره فرانسوی از استقلال. آخرین وضعیت مصدومیت چشم کوین یامگار و محمد علی زاره پزشک استقلال اینطور گفته: ساختار کروی چشم یامگا به کلی آسیب جدی دیده بود. 5 عمل جراحی انجام شد تا استحکام چشم درست بشه. در ادامه وارد بحث داخل چشم شدیم که پس از 7 نوبت عمل متوجه شدیم شبکیه چشم که اصلی ترین قسمت بینایی به شمار میره دچار پارگی شده بود. در ادامه چشمش به نقطه‌ای رسید که نسبت به نور واکنش داشت و این موضوع در حد یک معجزه بود. یامگا حرکاتی که جلوش انجام میشد رو متوجه میشد. ما با او صحبت کردیم و گفت که میخوام به فوتبالم ادامه بدم. من شخصا به او توصیه کردم در سطحی پایین‌تر که حساسیت کمتری وجود داره فوتبال بازی کنه تا خودش رو محک بزنه. در واقعیت سرمایه‌گذاری روی بازیکنی با این شرایط در لیگ نخبگان و جایی مثل استقلال کار سختیه. بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو ممنون میشم اگه تا اینجا هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید همین الان دکمه رو بزنید. طبق آماری که یوتیوب به ما میده 70% از شما عزیزانی که همیشه کانال رو دنبال میکنید و ویدیوها رو نگاه میکنید کانال رو سابسکرایب ندارید و این باعث میشه که رشد کانال ما به کندی صورت بگیره. پس ممنون میشم اگه سابسکرایب ندارید همین الان دکمه رو بزنید و کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. اگه زنگوله رو هم فعال کنید که چه بهتر، زودتر از بقیه از ویدیوهایی که میذاریم با خبر میشید. دمتون گرم، بریم سراغ ادامه ویدیو. مدیر ورزشگاه آزادی گفته که استادیوم به بازی هفته اول لیگ نخبگان نمیرسه اما از اوایل مهر میتونیم با ظرفیت 55,000 نفری این استادیوم رو به صورت محدود در اختیار فدراسیون قرار بدیم. اینم ویدیو استقبال لیدرهای بانوان استقلال از بانوان ملوانی، حرکت قشنگی که کمتر دیده شده. خبر رسمی که منتشر شده: سجاد شهبازاده بازیکن فصل گذشته مثل رفسنجان به تیم استقلال خوزستان پیوست. این مهاجم 34 سال فصل قبل در 25 بازی برای مس آمار 4 گل و 4 پاس گل را ثبت کرد. خرید جدید استقلال خوزستان سابقه حضور در سایپا، استقلال تهران، نفت تهران و سپاهان رو هم داره و در 314 بازی لیگ برتری 78 گل به ثمر رسونده. استوری جدید لیدر نزدیک به مهرداد محمدی که نشون میده به احتمال زیاد محرومیت این بازیکن کاهش پیدا میکنه و استقلال مقابل پرسپولیس همراهی میکنه.
آها راستی، بازی استقلال و ملوان رو توجه کردین؟ کوپال نازمی سمت ویدیو چک نمی رفت و بیشتر مشورت می گرفت. گفته میشه اصلا ارتباط وار با مانیتور داور وسط کلا قطع بوده، برای همین از داور ویدیو چک برای تصمیم نهایی مشورت می گرفته. وار فرمایشی کم بود، نمایشی هم بهش اضافه شد. آمو بودم که سر شلو بود این هفته. خب ببینیم اینجا پنالتی درسته؟ داور خیلی نزدیکه. اینجا که اصلا تصویر دوربین جا مونده، اصلا نشون نمیده اصلا چه اتفاقی افتاده. به نظر یعنی من باید یک فکت، یک دلیلی بیارم که بگم اینجا خطا اتفاق افتاده. تصاویر تصاویر گویایی نیست جناب میر. بله شاید به همین دلیل هم بیه ای آر دخالت نکرده، نتونسته نظر بده اینجا خطا اتفاق افتاده یا نه. و اینجا چی آقای مرادی؟ پنالتی درسته؟ اینجا به نظر من اینجا هر دو بازیکن همدیگر رو گرفتن، با هر دوشون هم با دست مخالف. اینجا بازیکن شماره 5 آبی با دست چپش گردن بازیکن رو میگیره میکشه، اونم با اون دستش اون بازیکن رو گرفته. با همه احترامی که برای داور دارن، اعتقاد دارم این پنالتی اشتباه است و حتی وی آر هم میتونه سر اینجا کمک کنه به داور، چون این تصویر الان گویاست دیگه. وی آر براش مبهم نیست. ببینید بازیکن با دست چپش کاملا بازیکن سپیدو میگیره، اونم کمر بازیکن میگیره. پنالتی به نفع مهاجم آبی اعلام شد. سوالی که دارم اینه که آیا مدافع سفید مانع او شد؟ دلیل این سوال اینه که مدافع سفید جلوتر از بازیکن و برتری داره. مهاجم باید از او عبور کنه که به نظرم کار سختیه. همچنین تعجب میکنم که آیا مهاجم به پای مدافع برخورد میکنه و او رو زمین میندازه. به نظرم این تصمیم بسیار سختگیرانه بود و به نظر من پنالتی نبود. پنالتی به دلیل خطا بر روی بازیکن شماره 5 تیم آبی. به نظرم این تصمیم بسیار سختگیرانه. زمانی که توپ ارسال میشه اگر مشاهده کنید هر دو بازیکن در حال نگه داشتن یکدیگر هستن، اما سپس مهاجم آبی مدافع رو از گردن میگیره و زمین میزنه. به نظرم اگه خطایی باشه باید برای مدافع سفید باشه و این خطا قطعا پنالتی نیست. با حضور برابر ملوان، حسین حسینی به آمار 200 بازی برای استقلال رسید. کاپیتان آبی ها در این 200 مسابقه 93 بار کلینشیت کرده و 142 گل خورده. تاخت و تاز اسمار ویرا در لیگ تایلند ادامه داره. بوریرام در سومین بازیش هم موفق به کسب پیروزی پرگل شد و این بار 5-0 چیانگرا یونایتد رو شکست داد. 3 بازی 13 گل زده. سوکولچی کالشی مهاجم تیم ملی فوتبال آلبانی به تراکتور پیوست. او در 59 بازی ملی 13 گل زده. باشگاه استقلال در حال مذاکره با مرضیه جعفری پر افتخار ترین مربی فوتبال زنانه تا تیم زنانه خودش رو تشکیل بده. بایر مونیخ در نخستین هفته بوندسلیگا در خانه ولفسبورگ به برتری دشوار 3-2 رسید. این اولین تجربه رسمی ونسان کمپانی بلژیکی روی نیمکت غول باواریا بود. در میان بازیکنان متولد 2005 تنها ماتیاس تل در 5 لیگ معتبر اروپایی بیش از لامین یامال تاثیرگذاری بر روی گل داشته. دورتموند برای دهمین فصل متوالی بازی ابتدایی فصلش رو در بوندسلیگا با برد به پایان رسوند. این بهترین رکورد تاریخ اونهاست. هاکان چالهان‌اوغلو تمام 17 پنالتی اخیرش رو به گل تبدیل کرده. از آغاز فصل گذشته هیچ بازیکنی بیشتر از او گل از روی ضربات پنالتی نداشته. درخشش کاپیتان سابق دورتموند در آمریکا. مارکو رویس در اولین دیدارش در MLS برابر آتلانتا یونایتد 1 گل و 1 پاس گل به ثبت رسوند. این دیدار در نهایت با برتری 2-0 لس آنجلس گالکسی به پایان رسید. نخستین برد شاگردان آنچلوتی در لالیگا. رئال مادرید در نبردی که تا دقایق پایانی 1-0 در جریان بود با 2 گل دیر هنگام به برتری 3-0 رسید و تیم مقابل رو شکست داد. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، نظراتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید حتما دنبال کنید. کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.